جنبش مساف تقدیم میکند اللهم صل على فاطمة و ابيها و برها و بنيها و سر المستودع فيها عدد ما احاط به الملك اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شک خدای که ما رو در مسیر هدایت اله قرار داد و اگر نمی... نمی بود این هدایت الهی معلوم نبود از کدام ناکجا با سر در بیارم. خب چون وقت گذشته و من برنامه صحبت هام رو, رو یک ساعت می‌بندم هر چی دیرتر شروع می‌کنن یعنی دیرتر میکروفون ما تحویل داده ما مجبورم از اون وقت دیرتر آره دیگه اون موقع ناراحت میشن. سلام ناید. بعد آره ما چون خودمون بیشتر دوست داریم از مدداهی برادر عزیز ما جای و بقیه دوستانی که فیض استفاده کنیم بالاخره عنوان یک مستمع آزاد این بغل بعد از این جهت هم نمیخوام در اون حق مطلب نه اجحاف بشه این طرف نه اون طرف هر دو تاش مهمه خدمت شما عرض کنم ما در مورد یه سری اصول ترک گناه صحبت اینو بهتون بگم ها اینا رو اگر کنار همدیگه در مورد یه گناه اجرا کنید گناه تیکه پاره است یعنی اصلا شک نکنید کن میشه یعنی یه دونهش اجرا نکنید ببین چی میگم یعنی همین 10 تا اصلی که گفتم من گفتم و بعدا شما میتونید سیدیشو گوش کنید صوتش هم تو سایت سایت مساف.ir آره. الان صوتش میره اونجا خب بردارید یه بار دیگه این اصول رو پیاده کنید در مورد یه گناه همه رو با هم اجرا کنید شک نکنید کنفای کنه اصلا گناه پودر میشه و راحت موفقی من نمیخوام الان که امید بدم اینا که دارم خدمتتون میگم ما الان نمیخوام اینو بگم هم خطرناکه چون بعضی باز دوره دیگه تماس میرن و انتظار درشون به وجود میاد اما با چندین نفر پروژه های ترک گناه داشتیم یعنی آمده گفتیم این کارو بکن رفته برگشته نتیجه گرفته همین جور پیشرفت کرده پیشرفت کرده آدم یه کسی که ما پشت شد نماز بخونه از ما هم زده جلوتر حالا ما کسی نیستیم ما مثلا هر چی که هستیم از ما زده جلوتر خب اینو عرض بکنم یکی دیگه از اصول ترک گناه که خیلی خیلی مهمه ببین بعضی از گناه ها رو من واقعا دوست دارم ببرم بگم این گناه اما شر میشه برام چون ما عوضی تو مملکتمون کم نداریم همین رو سوژه میکنن بعدا میگن آقا این چیزی اما دیگه خودت میتونی گناه در نظر بگیری اگر میری مثلا من روی مثالی که میزنم هی مثلا خود ارزای رو چهاربار بار پنج بار دارم میگم من که میدونم تو جوونامون متاسفانه یه خورده شایعه متاسفانه یه خورده شایعه و میتونن جلوشو بگیرن میشه اصلش بر این بودی که اسلام اجرا بشه او زودتر چکار کنه ازدواج کنه اصلش بر اونه من نمیخوام اونو ماسمال کنم در حالی این بچه های ما بود رفتاد بیش یک از عزیز... این یه عزیزی گفته بود که آجام به من تحت فشارم چه کنم؟ گفته بود دوغ بخور <تصفح> <تصفح> تو خواهی یه ایجوری باشه اثر بذاره که خیلی خوبه میریم کارخونه دوغ میزنیم کل اصلا بس فحشا و منکر و همه چی حل میشه با دوغ صادرات هم میکنیم کشور اروپایی رو به دوغ میبنیم شکمشون و مشکلاتشون حل بشه به اسرائیلی میگیم دوغ نخورن که در فحشا غرق بشن خب و این نشد که بله حالا تو اثر تغذیه خورده هست این چیزا. اما این ابن رو اینی که اصل اسلام باید اجرا بشه بتونه ازدواج کنه سر اینو منم قبول دارم منم آدمم منم هم جوونم هم. همون امیالی که در وجود شما هست در وجود منم هست میفهممتون خب فردا فکر نکنیم یه تافته جدا بافته نه اینجوری نیست یکی از این اصول اصل فاصله انداختن بین گناهانه خوب دقت کنید برخی هستن که برخی از رضائل اخلاقی رو انجام میدن نمیتونن جلو خودشون میگن والله میخوان ترک کنن فاصله ها رو زیادتر کنن بین تکرار این رزیله اخلاقی مثلا هر یک هفته بوده این اتفاق می افتاده اون رزیله اخلاقی هر چی بوده این فاصله رو برای دفعه دوم بکنه ده روز برای دفعه سوم بکنه 15 روز برای دفعه چهارم بکنه 20 روز این فاصله رو هر دفعه چیکار کنه بیشتر کنه با این کار میبینه خودش میبینه که میتونه عقب بندازه و خیلی وقتا سر وعده انجام اون رزیله میرسه خیلی جالبه و گفتم من 15 روز میرسه میبینه دلش نمیاد انجام بده خیلی جالبه میگه من که 5 روز عقبش انداختم 8 روز اولش یه هفته بود 8 روز 5 روز دیگه هم میرزم عقب آقا ما رمزونه، سی روز میندازم آقا. این اصلا یاد میگیره که جلا نفسش بتونه به میتونه موفق بشه. به همین سادگی که دارم یه شدنی ها فکر نکنید الان مثلا یک چیزی عجیب غریبه نه؟ اصل فاصله انداختن بین چی؟ گناهان. نه فقط گناه. آقا سیگار میکشه. ترک داره میکنه. میخواد ترک کنه. مثلا هر روزی ده نخ میکشی بابا. پنج نخ میکشه بکنه روزی چهار نخ یک هفته چهار نخ هفته بعد سه نخ هفته بعد دو نخ هفته بعد یک نخ بعد هفته بعد یک روز در میون هفته بعد دو روز در میون هفته بعد سه روز در میون میبینی سر سال این آدم از روزی هفتش ده نخ رسیده با به هفتش روز یه نخ و خیلی پیش رفته خوبیه و فشارم بهش نمیاد یعنی دقت بکنید من فقط برای این بحث گناه و نمیدونم چه چیزا نیست برخی گفتم رزائل اخلاقی ترک کنیم روز پنج نخ وینستون یعنی سال یک میلیون تومن پول بهتون بگم پنج نخ وینستون روزی سال یک میلیون و 96 و شش هزار تومن پول میشه و خب کلی پوله اون پول یک کلاس خیلی خوبه یک تغذیه مناسبه که میشه داشته باشه طرف هر خودش و خانوادش خونه کم بکنه آدم از یه بستن میکشه کم کنیم ما گفتیم ما شیعیان حق نداریم با عمرمون بازی کنیم و دنیا پوستمونو میکن میگه فکر کردی تو علکی بوده تو رو موه به آفردم آفردن عمرو تو کم کنی بی خود کردی هم تو دست خود رو بوده بیام جنه آدم های 6 سال سیگار کشتن گشتن کنار خودش اون اراده 6 سال طرف سیگار کشیده. تو هفتاد و خورده ای سال سن سیگار گذاشت کنار شهید همت سیگار میکشید رفتن خواستگاری مادرش گفت پسر من هیچ ایرادی نداره جز این که سیگار میکشه اونم قول میده نکشه برگشتن رفت چیکار کرد دست کرد تو جیب شلواری که اون پلوخوری رفته بود خواستگاری دیگه رفتن شلوار عادیش که اینور اونور میره سیگارو در گفت نمیذارم مادر حرف دو زمین بمونه همونجا له کرد تموم. در مورد امام نقل شده امام خمینی امام سیگار میکشید یک روز میگه پا کرسی نشسته بودم داشتم کتاب میخوندم یا یه گفتیم یه سیگاری بکشیم بلند شدم برگشتم یا خدا کتاب گشتم رو زمین گفتم این چیه که به خاطر من کتاب این ارزشمندی گشتم زمین همونجا لهش کردن رو خب اراده میخواد دیگه خیلی وقت‌ها هست ما نیاز بدنی نداریم نیاز چی داریم فکریه دیدین که میخواد ترک بکنه سیگار خاموش دستشو میگیرن عادت کرده فلزو مؤمن اصلا به هیچی نباید عادت کنه اینو مفصل امشب بحث میکنم اصل فاصله انداختن بین رضایل اخلاقی و گناهان با این فاصله انداختن و دور کردن و نباید عهدتو تو بشکنی یه سر دو... یک ساعت دیره به فشار بگو نه من قول دادم دو روز یه سیگار نشکن خودتو له نکن مرد باش موفق میشی گفتم اصلا چون شیبش نرمه اصلا متوجه نمیشی بعد الگو میشی برای خیلی ها بگن بیا ما ده نفر رو نشون بدم ابوی خودم سیگار میکشی ما رو دو سال پیش ترک شد یه من که صبح تا زور نمیکشم گفت حالا دو روز نکشیم یه های ترک ما پدرمون در اومده بیکار کنی ترک کنه فلفل فل میریختیم تو سیگارش سیگارت میذاریم تو سیگارش رو لبش میترکید انگار رنگ برای اینکه روی ما هم کم کنه انگار رنگ بعد یه حال کرد نکش تو کاش زودتر به نتیجه میرسیدی تو ما را معتاد داشتیم با تربت عبا عبدالله ترک کرد این انرژی است که ماها داریم و اونا ندارن نارو دقت کنیم اصل دیگه اصل استفاده از مکارم الاخلاق این خیلی مهمه بعضی از آدما یه سری خوبیا دارن یه سری خوبیا دارن اصلا در اثر تربیت ذاتی موقع به دنیا اومدنه که من اعتقاد دارم هر دو تا بهتون بگم من اعتقاد دادم چیه اصلا میری بچه است دو سال شکلات دستشه میده به یکی دیگه یه بچه است گریه میکنه ازش میگیره تو یه خونه ها یه ننه بابا نون خوردن چه اخلاقشون فهم این از چی نشأت میگیره این از دوره تربیتی پیش از به دنیا آمدن ما داریم بله قبل از بسته شدن نطفه در اسلام تربیت شروع میشه با نظری که شما میکنی که خدا این بچه رو من بده این نظر خدا رو زامن تربیت این بچه میکنه نظر میکنه خدا میخواد نطفه بچهش بسته بشه میره مشهد مراقبه میکنه میگه یک هفته یک دهه من غذای ابو عبدالله خوردم هیئت بودم غذای هیئت خوردم نطفه این بعد نطفه بشه اثر داره حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی میخواد به دنیا بیاد میخواد نطفه بسته بشه آقا رسول الله شب قبلش چی میکنه عبادت ریاضت و میره خونه فاطمه بنت سلام الله علیها اونجا حضرت خدیجه پیغام میفرسته چی شده میگه هیچی تو مشکلی نداری امر الهیه بعد اون ماجرای معراج و سیب پیش میاد یعنی تغذیه اثرگذار اون شبی که نطفه بسته میشه اینا خیلی اثر اینو تربیت اون بچه بچه میشه دو ساله با یه بچه دو ساله دیگه فرق داره اما علمای اخلاق میگن اکثریت این مکارم الاخلاق اکتسابی است یعنی چی به دست آوردنیه من برای شما حدیثشون بخونم آقا صادق فرمود به راستی خداوند فضایل والای اخلاقی را مخصوص انبیا گردانید پس هر که داراست باش ستایش کند میگه سری فضایل اخلاقی رو مخصوص پیامبران کرده پس هر که داراست نه پیغمبرها یعنی من شما اگه میبینید اون فضایل رو دارید باید ستایش کنید شکر کنید الحمدلله بگید و هر که ندارد با تزرع بگید بخواهد بخواهم راوی میگوید پرسیدم آنها چیست حضرت فرمود الورع پرهیزگاری القنوع قناعت الصبر شکیبایی الشکر مشخصه الحلم فرو بردن خشم الحیا افت حیا السخا بخشندگی الشجاع الشجاع عربی درست دیگه شجاعت الغیره غیرت تعصب خوب البر نیکوکاری صدق الحدیث نیک سخن گفتن راستگویی بودن ادا الامانه امانت دار بودن میگه اینا اون فضایل اخلاقی بعضی از شماها دارید ان شاء الله داشته باشیم میگه شکر کنید شکر نعمت نعمت عبد همه جو هم جوره اما میگه نه من آدم شجاعی نیستم ترسو یه خود خسیسم سخی نیستم چی کنیم یه با تزرع بخوایید همین شبا بخواید از خدا بگو خدا من شجاعت میخوام خدا من سخاوت میخوام خدای حیا بهم هم بده خدای غیرت بهم به بده اینا مرد و زن نداره حیا رو خوبه برخی از این آقایون هم داشته باشن حالا برای غیرت بحث دیگه اینا رو دقت کنید پس اینا چیه اقتصابیه. اینا اینهایی که دارید یعنی و دارید قطعا دارید حالا قسم میخورم دارید حق طلبی رو هر, اح... هر کسی که حب ابا عبدالله تو دلشه داره هی من نوز تو دلشه برای همین اصلا عاشق ابا عبدالله شده برای اینکه حرف زور قبول نکرد مردونه جنگید اونا نامرد بودن مرد مردونگی داره با مرامه هیاتی با مرامه عامل نجات بسیاری از انسان ها رو تحقیق کردم وقت گذاشتم با مرام بودن یافتم خدا شاد زهر دشمن اهل بیت بود عثمانی بود می گفت عثمان رو علی و اولادش کشتن همینطور جایی که امام حسین اطراق میکرد این را میافتاد. زمان اطراق می که امام حسین بره یعنی دقیقا عکس کاری میکرد کرد اجرا کنه خب امام حسین ده دقیقه باهاش صحبت کرد منطقی براش دلیل آورد دید همش تحت الغای تبلیغات منفی بنی امیه بوده بعد این چی گفت گفت خدایش نامردی این مردم من اینجا تنها بذارم مرام داشت شاهروخ زرقام شهید زرقام مرام داره شاهروخ زرقام بادیگارد کاباره هاست. تو کاباره اون اونه که میدن بعد مسته میکنن لاتولید می ریم میناختشون بیرون یه شب یه زن فاهشه ای بود نمیخواست به اون کار تن بده گفت چرا میخوای این کار کنی گفت پول نرم گفت بیا بگی برو مرام داشت خریدش ادب اون جادوگرایی که جل حضرت موسی میان همشون عاقبت به خیر میشن فقط به خاطر اینه بهتون بگم قرآن میگه اینا ادب اختیار کردن در مقابل حضرت موسی حضرت موسی گفت بنازید شما بنازید گفت نه شما بفرمایید همین همین که به پیغمبر خدا گفتن شما بفرمایید دستشو گرفت برد ادب یکی میشه خدا ادب ماشاءالله اینه میخرنت ما برای ترک گلاه اون فضیلت اخلاق، اخلاقی که تو وجودمون هست همونو مبنا قرار بدیم اونو وسیله بلند شدن قرار بدیم تکیگاه قرار بدیم این خیلی خوبه اونایشم که نداریم با تزرع، با گریه بخواید بهتون میدن خدا شاهده میدن روایت داره میگه امام صادقه من خودم نمیگم اینقدر مطمئن قسم میخورم برای اینکه امامم گفته اون حق طلبی ادب تو خیلی من اصلا خودم عاشق آدمای با ما خیلی از هیئت ها میگم بیا سخنرانی شما دیدید من نمیرم مداح هیئت برام مهمه مستمعین هیئت برام مهمه اولین چیزم که برام اهمیت داره چیه ادب خوب نیست آدم جلوی کسی بگه اما حاجی طاهری آدم با ادبیه من یک حرف لغو و بیهوده از ایشون نشنیدم باور کنید خب بالاخره ما بوده جای تنها با هم بودیم تفریح رفتیم بیرون رفتیم با هم خب من یک حرف اما بودن عزیزانی که تو تا... او خدا باورم نمیشد یعنی آدم مت اهل بیت هم میگه این حرفای سخیف و زشت از کلامی که حسین یا خدا بذار من از حرف رو هم. دهانی که گفته زینب میشه اون حرفا رو بزنه دهانی که گفته فاطمه میشه اون حرف رو بزنه و داره میزنه ادب میخرنت دست بذار رو همین دست بذار رو همین که من عاشق غیرت عباسم رو همین دست بذار ببین میکشن اینو مبنا قرار بده بقیه چیزا رو کسب این یه درختی که چسبیده محکم بهش میگه بیاید میتونی برسی میتونی برسی بسیاری از افرادی که به جاهای خاص رسیدن ادب در مقابل پدر و مادر داشتن بابا داشت حرف زور میزد باباش ادب ادب ای که دمه دستته که خونه دمه دستته اجرا کن غرور میذاره میذاره بری دست بابا تو ببوسی دست مادر تو ببوسی میذاره نمیذاره شیطون میدونه اگه ببوسی تمام کار همونجا یه چیز گنده و هدیه خوشگل بهت هد میدن نمیذاره هدایایی که بهتون داده میشه زرنگ بشه مثلا بچه میشه که پولی دارن میدن به منش به مامان برام قایم کن بعضی که یه خورده پخمن که دستش میگم میره میرا میرن میاد دستش میزنن بعضی یه خورده زرنگ تر میشن میبرن یه جای قایم میکنن بغل وایستاده یاره میره بدن دم اون که از همه زرنگ تر چیکار میکنه میسوره به مامانش میگه بگی مادر برو کن یه چیزی بهتون دادن سریع بسپرید به مادر احساس کردی هیئت رفتی دلت سبک شده بگو خدایی میدونم بیام بیرون این حروم لغمه شیطون زدتش میسپارم به مادر میگم یا زهرا ای امانت ودیعه دست تو لازمم شد به هم بده هر موقع خودت صلاح میدونی میبینه مادرت پوله رو نگه داشته وقت میخوای اسباب بازی بخری دو چرخه بخری تابستانی مدرسه بری دانشگاهی بری این همون پول است این برام نگه داشته و امانت داره بسیارم به اون مادری که حرف لغو نمیزنه اون مادری که معصوم است حواس اون باشه پس این اصل اصل خیلی مهمی بودا حواستون باشه عزیز من که استفاده از مکارم الاخلاق ببینید ما تو دعای مکارم الاخلاق صد و شست مورد و امام سجاد به اون یاد میده صد و شست مورد که تو دوازده اصل اساسی طبقه بندی میشه صد و شست مورد بخونید بینید چی هست بخواید با گریه بخواید اگه ندارید من میدونم آقا مثلا ترسو هم مثلا میدونم آقا مثلا چه میدونم سخی نیستم میدونم گریه کنم بخوام بعد با آدمای از اون دست بچرخم که چی یاد بگیرم سرایت کنه در من همنشین اثر همنشین با آدم های سخی بچرخم با آدم های... با حیاب آدم های که افت کلام دارن بچرخم مورد بعدی حس ایجاد نفرت نسبت به گناه اینا اصل نیستن اینا روشن اونا اصول بودن اینا روشن نسبت به گناه فکر کنید که چی کار داری میکنید چقدر کثیفه چقدر وقتی شهوت بر آدم غالب میشه اصلا عقل و هوشش میپره وقتی که ارضا میشه یه لحظه به خودش میگه اه چی بود اصلا این اون حس رو فراموش نکنید چه وقت حس نفرت به گناه رو داشته باش توجه داشته باش به این که بابا این لذت زود گذره به اون لذت دائمی فکر کنین عقله یه آدم بیاد بگه که بابا با شیش پول بیمه نمیدم میرم اشغال ماشینم هم بیمه نمیکنه به این آدم میگن احمق چرا؟ هیچ آدم آقلی ولی یک ساعت هم بدون بیمه او دوازه شب بعدشه که حساب میشه دیدی یه روز استفاده نمیکن کلا چه جا بیفته چجوری اینجا این کار نمیکنیم؟ به خاطر یک لذت زودگذر یک ابدیت خدای نکرده گاهن گناه و یک آتش میخریم گفتم شاید اون گناه کوچیکی که من رو تو داریم میکنیم تو دومینوی خدا یک اثر چی داره؟ آه لبخند قتام به ابن ملجم کنترل چشم و گوش خیلی مهمه چشتون یاد بدید نبینه چشتون رو یاد بدید نبینه گوشتون رو یاد بدید اسماع کنه استماع نه اسماع شنیدن استماع فضولی است حرامه به من من آدم بوده نامه بهش دادم تایپ بکنه بعد این آره نخونده بود نامه رو باورتون میشه نامه رو, رو تایپ کرده بود نخونده بود به من باری کردم. بعد بهش گفتم خوش به حالت چجوری گفت من خیلی رو خودم کار کردم هواناو و این بین وا که فاصله مینداخت هاورکرافت رو ها میگن هواناب هواناو و نمیشته بود هوا نا و اون هواناو هم وش رو چی دیده بود و دیده بود و بین کلمه ها گفتم چه اینجوری کردی؟ گفتم من فکر کردم این و گفتم خب نه خوندیش گفت نه یاد دیگه هر نی هرزگی فقط که به ناموس مردم نبکنی که هر دیگه چه دلی داره من ببینم که خوشم بیاد که بعدم به درد سر گفتم؟ اینو یاد بگیریم گفتم خونه مردم میریم چه درویش کن به من چه ال مارکش چیه به من چه گوشه به من چه گوشه دست بغل دستش چیه چه مارکه چند خریده به من چه ای دیدی ای, دی ای بده ببینم خود دلت میخواد نداریم به گناه میفتی یا آتیش میگیری میسوزی یا من. آه یکش این خیلی مهمه ترک فکر گناه میدونی دیگه فکر گناه خودش چی میاره گناه میاره خدا انقدر مهربونه فکر گناه و گناه در نظر برامون نگرفت اما فکر ثواب و ثواب برات او دنیا پرونده تو میدن دستت نگاه میکنی حج یه خدا من نمیخوام مفتی علکی برم بهش قاطی شده این فرشته قاتی قاتی کردن اینا به حج من نرفته بودن مال است بعد میگن نه یادت یه بابای از حج اومد رفتی تو فکر گفتی آخش کاش ما میداشتیم میرفتیم نوشتیم برای. حضرت امیر طرف اومد تو جنگ بعد جنگ رسید گفت 500 درهم سهم هر کس شد همه رو داد برای خوشم 500 درهم ازت برداشت معادل یک سرباز عادی امپراتور جهان اسلام که از تونس و لیبی حکومتش تا ترکمنستان معادل یک سرباز عادی برداشته 500 درم یکی رسید گفت یا علی خدایش من دیر رسیدم اما دلم با شما بود گفتم ای کاش میرسیدم رسیدم تموم شده حضرت گفت تو با ما بودی بیا بگی 500 درهمو داد میدونید من حدیث نقل میکنم حتما به استنادش توجه دارم یه اتفاق افتید چیزی که شده تو تاریخ ثبت شده اما خدا لطف کرد فکر گناهه بسیاری از گناه ها میگم وصف العشق بسیاری از گناهان که راحت انجام میشن چون شرایطش قبلا تو فکر بگید انجام شده هزار بار خدای نکرده تو فکرش طرف زنا کرده هزار بار تو ذهنش دزدی کرده این شرایط فرام تا فکر گناه سراغت اومد بگو برگم شو برگم شو استغفر الله ربی و لا حول ولا قوت الله بالله العلی العظیم آ سری یه دونه چی یه صلوات هم بعدش میفرستی و بعد دیدی نفت ولد نمیکنه گفتم چی یه وضو سری دو رکعت نماز مستحبی تقدیم میکنی به روح متحر سرن گفتم بزرگان و علما و صلحا و صدیقین و شاهدین و ائمه و اهل بیت تقدیم میکنه اصلا اسمش اینه چنار این برتیجر شیطانو پرتش میکنه اون طرف که اصلا راهش اینه فکر گناه و اینم بهتون بگم یه خبر خوب بهتون میدم هر بار که گناه ترک میکنید یه هدیه میگیرید هر بار هر بار هدیه داری میگیری خدا شاید یعنی یه حس خوبی در وجودت میاد دیدی تونستم جلو خدا بگیرم هدیه هدیه نابیه بعضی موقع یه مدت میگذرم می یه عجب هدیه داشتم میبرستم می طرف مثلا میدید می یه سفری شروع میکنه براش یه کوله بستن میرسه میینه می هر هیچ کی یه جا گیر کن چاغول لازم کی نداره باز میکنه مامانش فرستادش اردو ها خب میینه عجب مادر من چقدر به فکرم بوده چاغو برام گذاشته لازمه بگی. یام باری کلا اون ننه مجید یادتونه قصه های مجید چه چیزی نوشته اردی براش بس بغچه لافت و شکم براش فرستاده بود خب آره بعضی موقع داری خبر نداری به خود میگه اه من دفعه قبل یه نفری هم چه حرفی بهم میزد بعد جوره کوره در میرفتم چرا اینجوری شدم تازه فهمیدی این آپشن در تو نصب شده آپدیت شدی خبر نداری بس شدی به اینترنت الهی سریع سرعتم صورت نوری سری آپدیت شدی اینو بهتون بگم و ترک گناه خیلی مهمه قرآن میگه پرهیزگاران چون دوچار وسوسه شیطان شوند همان دم متذکر شده و بصیرت یابند همان دم متذکر میگه همان دم من خدا دارم بهتون میگم به فکر گناه اومدی سری متذکر شو یعنی چی یادآوری کن خدا و ذکر بگو و استغفر الله بگو پاشه کن میگه همان دم بصیرت یابند خدا دروغگو نیست همان می می دم میگه بهت میدم برای من اعتقاد دارم ترک گناه آسونه منتها وقتی میخوای دشمنو بزنی با یه چی نمیخوای بزنی چیکار میکنی تو خونه رو میگیم بزن هواپیما برو تو بمباران کن نیروهای پیاده برن بلای سر طرف بیاد 50 جا میزنه این اصول یه جا یه گناهی در نظر بگی سرش پیاده کنی ببین چه بلای سرش میاد تا رو میشه می این اصولی گفتم یادداشت کنید بعدا صوتشو برید بگید یادداشت کنید در مورد هر گناه تک تک برید خب برای این بعد این کار کنم برای اینش بعد این کار کنم برای این کار ببینید نتیجه میگیرید یا نمیگیرید من دارم میگم خیلی ما با همدیگه شروع کردیم پروژه و پروسه ترک گناه داشتیم پیش رفتیم الحمدلله لطفه امام زمان شامل حال آدم شد خب ترک کردن اومدن جلو خودشو میگه میگه فلانی من خودم با پارسالم قیاس میکنم اصلا یکی دیگم هزار پله اومدم بالاتر من پارسال این موقع عرق میخوردم الان دهانم روزه است به خواب شبم هم, هم نمیدیدم با چجوری تونسته ترک کنه همین اصول آرومان بیه و خواسته اصلشون نیت خواسته ترک کنه اصلا توبه کی محقق میشه وقتی که تو نسبت به اون گناه که یادت میفته و شیرینی تو دلت احساس نکنی بگی غلط کردم خدا ما ها هیچ کدوم دوست نداریم گناه کنیم الحمدلله ما اراده ترک گناه نداریم اونم میگیریم و پرورش بدیم خودمون مدیریت زمان و برنامه ریزی داشتن یکی از دلایل اصلی گناه نکردنه آدم بیکار گناه میکنه بیکاره اینترنت بچه هفت ساعت از این سایت مستحجن میاد, میاد میره تو اون سایت مستحجن این کلیپ رو نگاه میکنه اون عکس نگاه سرخ شده چشاش قرمز شده ماش سیخ شده بابایی هم میاد نگاه میکنه مقالت تموم نشد بابا جان نه یک ساعت میاد هم فرستادم دانشگاه مدرسه چه مقاله ای هم داره کار میکنه به مقاله کار میکنه چه چشات سرخ شده آه اینجوریه آدم بیکار کسی که وقتش پر باشه گناهش هم کمتر میشه چی میگم میگن, میگن؟ آی جوونا بیکاری اینا میزن متاد میشن نم چی اینا چه چه همین در میاد دیگه آدمی که کار داشته باشه میاد خسته و کوفته میفته اصلا حوصله نره شره و تلویزیون هم نمیکنه میره میخوابه بابا میزنه نسیم یک چهار تا جنگولک بازی در میپرن و اینور میپره و خوابش میگیره تمام میشه میره این جوریه این مدیریت زمان اگه نداشته به خدا آدم بیکار هم اینجوریه. نزار بیکار بشی نزار تو خونه تنها بشی نزار تو خونه بیکار بشی جوون برو کلاس ورزشی کلاس هنری یه چیزی آموزشی چیزی یاد بگیر یه کتاب بردو بخون کتاب هم نمیخواد تو خونه تنها بخونه باشه پارک بشین بخون والا درد سر پارک مثلا پارک هم درد در سر خب پارک وجود خب جنات تجریم تحت الانهار درخت اصلا و درختو ها هستن جوی های و هر یه شنگ های هم میان رد میشن یه عزیزی میگفت بیا بریم بلاروس کار فرهنگی کنیم آماده است اینا اونجا کار فرهنگی کنن و فلان اینجور چیزا بعد رفتم خیلی من بلاروس تعریف میکرد از مثلا میگفت جمعیتشون کمه نگاهشون به ایرانی مثبت فلان داشت صحبت میکرد بعد گفتش که فقط یه مشکلی داره گفتم چی؟ گفت ما بریم اونجا بگیم بیا مثلا آدم باش مسلمون شد که بری بهش که چی؟ که مثلا هوریه بهشتی گیرد بیاد بعد هوریه چه شکلی بگیم دو متر قد داره موهاش تا کمرش خب همینا ریخته اونجا که نه عزیزم میگه یه تار موی هورل این بیفته رو زمین همه قش میکنه آره اون قابل درک نیست اینا که چیزی نیست گور به گور شده اینجا میخندن خوششون آمده نه لاره همه این همه اینقدر اهل عبادت میگه علامه طاواتی داشت نماز میخون تو مسجد کوفه بود نجف بود کجا بود داشت نماز میخون خون این عین با جام شراب بهشتی اومد جلوش نماز که تماشا گفت الله اکبر سر برگردون این طرف اومد اینجا و الله اکبر سر برمی از سه باری که سر منحرف میکنه از قبله و الله اکبر قهر کرد رفت بهش دلش شکست علامه طاواتی می گفت ناراحت شد از اینکه دلش رو شکوندن بیچاره هوریه بهشت اومده رو زمین تبلشید تو برو الله در نماز هم بگرد بکور اینجا یارو داره میره دیدیم انقدر میخورن تو تیربرق همجی میره آخه گو نگاه اول حرامه نه حلاله آره سر میندازی پایین این دومی پدر سختگیه. گو نمیشه نگاه اول رو دیگه نندازیم نگه داریم که <applause> گناه هم نکنیم همینجوری مثل جغد نگاه کنیم یه بابای رفت مولوی توتی بخره این کاره نبود بهش جغد انداختن به جای توتی 500 هزار تومن 40 تومن بهش جوق دادن. بعد یاری بعد 6 7 دیدش گفتش که عزیزم این توتی یاد گرفت حرف زدن و گفت خیلی دقت میکنه چه شو جوق دیدی اینجوری و هم فعلا یاد نگرفته چیزی خیلی دقت میکنه و فعلا چیزی یاد نگرفته آره مورد بعدی عزیزم روزه گرفتن روزه گرفتن ما رمزونو فقط نمیگم آه. دوشنبه ها پنجشنبه ها نه هر هفته یه روز روزه بگیریم خیلی اثر داره تو ترک گناه اثرش میگم چیه به خاطر تو دهنی خوردن نفسه نه فقط مارمزون برایش ما یه خورده مراعات میکنن حالا قبلا که بیشتر مراعات میکردن که روزه داره جلوش نمیخوان غیر مارمزون خیلی تابلو بی راحت میخوان حقم دارن اون موقع نفس بیشتر اذیت میشه از اون جهته البته خود روزه اثر داره ها خب یعنی شهوت رو کم میکنه اما اینه که نفس آدم میشه من سریع میخوام اونا بگم چون امشب وقتی ایج شد نمیدونیم چی میشه نشده که تموم. فردا روزه این میگه آ... ماه آخر آخر ما گفت بریم شب... ماه شوال رو ببینیم دیگه تار مویه دیگه گفت خدا بگم چی کارت کنه ببین خ... با خودتو ما چه کردی ما لاغر میشه دیگه نخ میشه اینم نخ شدود بنا با خودتو ما چه کرد؟ و فردا بگیری. ما بگیریم مورد اینو دقت کنید که گفتم ازش راحت نگذرید و روزه برنامه‌ریزی کنید مثلا پنج شنبه هر هفته بگیرید یه هفته در میون ماهی یه روز اما بگیرید پیشنهاد میکنم خیلی اثر داره خیلی اثر داره یه روز روزه بگیرید. روزه مستحبی هم بگیرید که تا قبل از ظهر هر کی بهتون تعارف کنه چه اصلا مستحبه که بشکنی روزه رو متوجه که تعارف کنه بشه مستحبه یعنی ثوابو بیشتر از اون رد احسانه همین دی رد احسان انقدر بده میگه لا یرد الاحسان الا الحمار لا یرد الاحسان الا البخیل میگه جز آدم بخیلی و اون یکی که گفتم حمار کسی که احسان رو رد نمیکنه که بعد از زور دیگه نمیتونی بشکنی میتونید اگر میخواد نشکنیدش نظر بکنید نظر دیگه واجب میشه برات خب او بستش فرق میکنه خب میخوام بگم راه داره آقا بله بله روزه اصلا میگیرم رو تقدیم میکنم به اهل بیت چرا نشه اصلا اگه میخواید ماندگار بشید هر چی کار خیلی انجام بدید به نیت اهل بیت انجام بدید خودتون کلا بذارید کنار اما من شما هیچی در نمیاد جاودانه میشید هر که اهل بیتی شد جاودانه شد مورد بعدی یاد مرگ یاد مرگ یاد مرگ اثر بسیار زیادی در ترک گناه داره روایت های مفصل داریم آقا قبرستون زیاد برید پنجشنبه برید برید قبر خالی رو نگاه بکنید قدم بزنید بگید من اینجا من اینجا همینجا شب من میخوابم برید این بهش زهرا ببینید اینا میارن قسل میدن برید اونا که خانوادهشون اجازه میدن برید قسل رو نگاه کنید بله استحباب شدید داره هم دفن بکنی هم خودت بشوری نه که نگاه کنی فقط برید نگاه بکنید ببینید تا یه ماه ریستارت ریستارتید یه نواری بود سیاحت قرب آره ملت گوش میکن آقای گوچانه تا یه ماه اینا همه آدم بودن آره میگور دیگه همون جوریه. آقا ما داشتیم اشتباه نکنم جای خوندم اشتباه نکنم چون در مورد معصومه خورده با ترس و لرزارم میگم که اما سجاد نگین انگشترشون موت بود موت مرگ که هر بار من این انگشترم که دائم تو دستمه ماهی که تو قنوچی خونیم، نگاه کنیم یاد مرگ میفتیم من دوستی دارم که عکس قبرستون اون قبرهای خالی زده تو اتاقش میگه یادم نره اصلا آدم چموشی میکنه وقتی مرگ یادش میره والا ذات انسان چیه؟ میره مشکل اصلی یهودی چیه؟ قرآن میگه سوره جمعه میگه میگه اینا مرگ از یادشون رفته ببین چی لنگ و لغتی دارن پدر سخته های سهی این از همین یاد مرگ خیلی مهمه مولا علی فرمود یاد کنید در همکوبنده لذات را و تیره و تلخ کننده شهوات را و دعوت کننده جدایی ها را یعنی چی؟ الموت و یاد کنید زیاد یاد کنید حضرت نگاه بکنید تو کلام شریفشون چقدر یاد مرگ هست چقدر هست اثر داره یادمون نره بابا بشینیم یک کمی نگاه کنیم فیلمهایی هست که توی اینترنت هست آپلود کردن از مرده شستن یه روزی منم همینجوری میفتم رو تخت جوونم برید ببین تو قبرستون چقدر جوون ناکام به والله قسم اینها هم نمیدونستن یک دقیقه دیگه قراره بمیرن مثل من و تو سرمست زندگی بودن الان فکر میکنی بمیری یه دقیقه دیگه نه اونم فکر نمیکرد وقتی هم موتور خورد زمین اونم فکر نمیکرد وقتی خیابون رد میشد اونم فکر نمی کرد وقتی سکته کرد افتاد سرمست زندگی بود مرگ ویژگیش خرمال کردنه راه بازگشت هم خدا شاهده نداره هی hey, تو قرآن میگه میگه منت میکشن بذار برگردی این خب این چرت برده که تلویزیون نشون میدن نگاه یا روحه میره, میره میچرخه اونجا میره کل سیر و گلکاشو میکنه دختر بازیشو میکنه اون نمیدونم فلان بعد دوره برمیگرده آی من آدم شدم من این خبرانی خرمال میکنن حضرت نوح گفت بذار برم تو سایه بشینم گفت نه وقتت رسیده برم تو سایه حضرت سلیمان به اسا تکیه داده گفت بابا اینجوری آه همین گفت نه وقتت رسیده سلیمان نبی که ملکت معروفه من اندازه اون هدهد از سلیمان هم دخل و تصرفی توی هستی نداریم انگار دنیا یه جوری سرمستانه زندگی می‌کنه خوشون بمیریم ما مرگ شوخی ندارن با یاد من وقتی نکی رو منکر بیان بالا سر سوال به پیچ اون بکنن وقتی ببینیم همه رفتن یا اشکی ریختن اونم به خاطر خودشون گریه کردن به خاطر دلتنگی‌های خودشون اونا وقتی ماشینشون هم گم کنن گریه میکنن به تو عادت کرده بودند یه سال بعدم یادشون میره میذارن تو میمونی و اعمالت که تجلی پیدا میکنه در قالب اون عذابهایی که سراغت میاد عزیزمون دیشب فرمودن محب اهل بیت آتش دوزخ نمیبینه من به شما بگم چون منظورشون احتمال بسیار زیاد این نبود محب اهل بیت در جهنم خالد نمیشه یعنی دائم تو جهنم نمیمونه روایت میگم تنتون بلرزه میخوام تنتون بلرزه حضرت امیر فرمود امیر المومنین من نمیگم حرف علی سختتونه به امیر المومنین اشکال وارد کنید حضرت فرمود برخی از محبین ما هستند که سی صد هزار سال از عذابشان در بالاترین طبقه دوزخ میگذرد آنگاه ما اجازه شفاعت میابیم محب اما نماز نخونده محب اما زنا کرده محب اما دزدی کرده محب اما نزول خورده خالد در جهنم نمیشه سی صد هزار سالم نمیدونیم به این سالا گفت آقا یا به اون سالها. سالای این دنیا یا اون دنیا پنج مرتبه تصویت میکنن تو همین دنیا گناه کرده باشی صافت میکنن خوش به حالت که تو همین دنیا با بلایا و مصیبت ها صاف بشی نشه لحظه مرگ آخ آخ میگه مصر پنبه از خار مغیلان کندنه خیلی سخته خیلی سخت نشدی بهش یا جهنم برزخی تا روز قیامت یه جا هستی دیگه تو بهش برای خوبا که پاک شدن جهنم برای کی؟ او بدا خطا کارا هر به اهل تو دنیا پاک نشد میره بالاتر پاک نمیشه روز هش گفتم مثل تیره توی تیردون دنبال یارو میگردی اون داستانا زبون طرف در اومده تو اون هیروبید زیر دست و پاها گیر کرد چی بوده؟ غیبت میکرد نمیتونه بگه شکم یارو گنده دو سه روز زمین کشیده میشه شکم باره بوده میره خونه میبینه خانمشون قضیه مورد رو درست نکرده اخلاقش چی دیگه میشه شکم شکم این آدم شکم پاره میشه اونور اونجا صاف نشدی خیلی اوزاد خرابه چهار مرحله گذردی. میری بالاترین طبقه جنم بالاترین بهترین جاشه تو هفته چه پایین تربیه درکاته بدتره میگه 300 هزار سال امام صادق فرمود لن تنال و شفاعت نامن استخف و کسی که نماز و سبک بشموره شفاعت من امام صادق نمیرسه نمیرسه بابا میفهمی؟ نمیرسه لن تو زبان عربی نفی علل ابده تا ابد دیگه نمیتونم کاری کنم من امام صادق بابا دستم و باز بذار بخون ای شوخی داره ای خدا رو به خدایی قبول نداشته سجده نکرده به خدا شیطان که رانده شد به جز یک خطا نکرد خود را به سجده آدم رضا نکرد شیطان هزار بار به حزبی نماز او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد خدا رو به خدایی قبول نداره بره بهشت بهشت کجا بره پس عشق به اهل بیت عشق به حسین علیه السلام ما رو شبیه او میکنه این محبت واقعیه به نظر من جز ولد و زنا کسی نمیتونه بغز اهل بیت داشته باشه مگه چه بدی کردن دا دا. چه ایرادی داشتن که یکی بدشون بیاد از اهل بیت دا دا. ها چه ایرادی داشتن مثلا محبوب دلهان مسیحی یهودی گب کافر اسم ابا میاد شور شورش اشکا میریزه این بعد داستان امام حسین چیه برات میگم حالا تو با شریک کردن خودت در مصیبت داغ فرزند ابا عبدالله که انهو خودت داغ فرزند دیدی گناهاتو پاک میکنی بدون این که داغ فرزند ببینی به خاطر هم میگه لقد از او من مصابی بکن میگه مصیبت منه علی اکبر به میدان رفته چرا من انقدر دست گذاشتم خیلیم خوشحال شدم آج محمد آقا این کار کرد که حضرت رباب رو، روزش بولد بشه تو چشم بیاد من بودم یه شب محرم میذاشتم شب حضرت رباب میدونی چرا؟ چون خواهر شهید داریم توی کربلا دختر شهید داریم همسر شهیدم بیایم کار کنیم بذار او هم احساس کنه من هم همسرم رو تو این مصیبت دست دادم بذار پاک بشه با این عشقا اینه که یاد ابا عبدالله گریش پاک میکنه زوب میکنه والله زوب میکنه حد احادیث کامل و زیارات رو بخونید ماله. نقوله ویهه که اصلا اصلا یه چیزی که ما میخوایم تو بگیم سندش قویه میگیم سند کامل و زیارات سندش محکم چه چیزا یک قطره عشق ادای گریه در آوردن ادای گریه در آوردن میگه بخشیدم تباکی این نیستش که سر ریا گریه کنی نه اشکت نمیاد اما دلت شکسته سر تکون میدم اشک نمیاد ایرادی نداره بعضی موقع آدم مشکل بدنی پیدا کن گریش نمیاد کم آبی داره بدنش گرش،, گرش نمیاد سردیش میکنه گرمیش میکنه اثر داره اثر داره از تقویت محبت خدا آقا یه سوال یکی بیاد سراغ امیرالمومنین علی علیه السلام کسی که نعوذ بالله زبان من لال فکرش هم نمیشه که مجبورم برای اینکه مطلب جا یافته بگم بیاد کسی باشه که سر امیر امیرالمومنینش شکسته باشه دستش رو شکسته باشه پولش رو دزدیده باشه جسارت های فراوان کرده باشه بیاد بگه یا علی ببخش حضرت امیر میبخشیده یا نه کمون که بخشیدن درسته؟ <applause> چطور شما قبول میکنید که علی بخش خدا نمیبخشه میگه هر آینه اینایی که دارن گناه میکنن اگه میدونستن چه شوقی بهشون دارن هر آینه جان میدادن غالب توی میکردن نحن اقرب و من حبل الورید من رگ گردن به تو نزید تو اخ خودمی چی کار داری میکنی؟ این شیطون حرفش گوش نه تو عمایی کجا داری میری به این محبت خدا فکر کنیم به چی بفروشیمش به یه نگاه هرزه به یه عرق کثیف به چی بفروشیمش یاد محبت خدا رو تقویت کنیم یکی از روش های بسیار مهمه به این فکر کنه خدا عاشقمه بعد با خدا حرف بزنید بگو خدای فقط به عشق تو این گناه رو نکردم ببین داره زنگ میزنه ببین آه آه ریجکت فقط به عشق تو فقط به خاطر تو ببین اون لحظه نور به دلت میبره یا نه ببین یه حس کرامت نفس بهت دست میده یا نه دست میده امتحان کنید گفت فقط به خاطر تو حرف بزنید با خدا بابا حرف بزنید باش به موسا گفت امام سجاد نقل کنیم. یه خدا به موسا وحک کرد کاری کن آفریده های من مرا دوست بدارن دوست دارم دوست هم داشته باشن و خلق را محبوب من ساز گفت یه کاری کن محبوب من باشن موسا عرضه داشت پروردگار را من چگونه این کار را انجام دارم فرمود نعمت های ظاهری و باطنی مرا یادآوری کن برایش ظاهری آه نگاه کن باطنی اون چیزایی که دارن به بگو ببین چقدر دوست هم داره منو ماه بهله به تو فرید فکر کن من اگه الان توی چه میدونم کره به دنیا آمده بودم تو آمریکا به دنیا اومدم حسین نداشتم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا عجب خطری از رو سرم رد شده الحمدلله خدای شکر یه معلولی تو خیابون میبینی امام باقر میفرماد شکر کن سری خدارم اما نه که او بشنوه ها او هم احترام خاص خودش رو داره پیش خودش حساب کتابش جداست داریم که او دنیا بعضی میگن کاش معلول می بودیم. وقتی گناه چشم می بینم کاش گور می بودیم گناه پا رو می بینم که کاش پا نمی داشتیم خدا دوستش داشته اونم بگو الحمدلله چقدر دوست داری، شکر به روز که کسان زن ها تا که غم مخوری بسا کسان که به روز که تو آرزومندند بی انصاف ببینی مردم غزه امنیت ندارن چجوری خوبه خدای نکرده پدرت اونجوری از دست بدی برادرت از دست بدی عزیز از دست بدی آی پدر و آی مادر و بچه کوچیک جلو چشت پرپر پر بشه خوبه نعمت بهت نداده باید بگیری که بفهمی نداری نعمت سلامتی دندون رو نمیدیم تا درد میکشی میفهمیم باید بگیره نعمتان مجهولتان دو تا نعمت اصلا مجهوله السلامت و امان، امنیت و سلامت پرهیز, با ب... پرهیز از برخورد با اهل دنیا مورد بعدی که نقل شد سعی کنید با دنیا دوستا زیاد برخورد نداشته باشید رسول الله فرمودن آه رسول الله می فرمان. به خاطر برخورد با اهل دنیا قلبم زنگار گرفته روزی و مکدر می شود روزی هفتاد مرتبه فقط استغفار میکنم که آن زنگار کنار رود می من به خاطر کار تبلیغی که دارم میکنم هی باید با این رؤسای قبایل و این اهل دنیا برخورد کنم احساس میکنم سنگین شدم قلبم زنگار گرفت سری میام هفتاد تا استغفر الله میگم استغفار میطلبم که اون بله با یه نفر بچه که صبح تا شب دغدغش این پول اونجا بگیرم بدم به این ور این هم اونور بگیرم به اون ور اصلا تو, دا... تو هم دغدغت این میشه میبینی برات مشکل داره نه چرخ. یه خورده بره پایین برو زاغنشینا برو تو حلب یابادای یا به چرخ یا ببین بعد اون وقت میگه الحمدلله اینا نکته است مورد دیگه من بازم امشب نمیتونم تماشا کنم برای فردا آره فردا که عید نی شب عیده. شب عیدم برنامه دارن. آره هست ان و او همین بحثی بود که من خواستم شب بگم یعنی این اصول ریزم گفتم بگم و اونم میرسم بگم اما مهمه دستم در بره حیف میشه چون اصل مثلا این یعنی آخریاست که میخوام بگم یعنی روش افسار انداختن به نفسه دیگه او به حرفت گوش میده بعد جالبه نفس تو تربیت میکنی چی میخواد؟ گناه نمیخواد ثواب میخواد آقای نفس هم چیز میخواد؟ بله نفس مثبت شما یه حیونی که سواری حیوانی که رام نیست، چموشه. سوارش میشه اینقدر جفتک مینوزه و لنگ لگد در دیوار گاز میره پرتت میکنه پایین. میبردت ناکجا آباد، میگیره تو جنگل و فلان. یه بار ما سواری الاغی شدیم، گفتن الاغ خورده چموشه، گفتم الاغ اگه چیه؟ نشستم الاغ خیلی الاغ بود. این رفت زیر درخت، قد خودش رو در نظر گرفت که از زیر درخت رد میشه. ما گیر کردیم تو اون شاخه. گفتم انصافا اولاغی یه چیزی گفتن اونایی که میگفتن اسم تو رو گفتن اولاغی چیزی میدونستن نمیفهمه آره اما اون مرکب رو میبینی آقا تربیت میشه مرکبی میشه و بعضی از آدما بیشتر میفهمه به تاز طرف میره وای میسته وفادار میشه به آدم یاد میگرفتن مرکبا که در مورد ابا عبدالله نقل شد دیگه این یاد گرفته. اصلا ماجرای گودال فکر کرد برای چیه؟ این یا آموزش دیده بودن اینا. این فهمید که سوارش دیگه ناکار شده. اون حروم لغمه اون تیری که زد تیر کاری بود. هدف یه وقتی پیراهن مبارک آوردی عرق پیشانی رو پاک کنه، زد. دلش کن نمیخوام روزه بخونم. این اومد رفت توی گودال. برای چی رفت تو گودال؟ برای اینکه سوارش راه ارتفاع میاد بالا بغل گودال که بغل گودال این سوارش چی بشه راحت بیاد پایین چه میدونست که همون گودال کار خودش میکنه و همون گودال داستان ها خواهد داشت اون گودال خیلی ها رو دلاشون قراره تو تاریخ بلرزونه چه شد قبلا کربلا این گودال درش باز بود کسایی که رفته بودن یادش نه بعد اخیرا بستن آدم وقتی میرفت اونجا قرار میگرفت و من گفتم چرا اینجا نمیذارید آدم ها زیاد بمونن من از این خادمه پرسید نباش رفیق شد گفت اینجا میان نمیدونم چی میشه یه قاطی میکنن با سر میکوبن تو دیوار خون میریزه اینجا ما مجبوریم نجس میشه بشوریم و بسابیم و ببریم و برای همین دیگه اصلا این نه می رفتی نمی برو بیرون برو بیرون برو بیرون چه داستانی داشت گودال وقتی ابراهیم اسماعیل رو به قربانگاه برد اسماعیل هم با ادب بود گفت دست و پامو به من دست و پا نزنم یه وقت مهر پدرید فعال نشه بگی که بابا جان خدایا نتونم رفت به قربانگاه نبرید چاقو چاقویی که اونجا هم نبرید ابراهیم چاقو را تیز کردید بره گوسفند خدا فرستاد و فدعینا و به زبح عظیم خیلی بی بگی زبح عظیم یعنی گوسفندا توهین به حضرت اسماعیل کردی گفت یه زبح عظیمی میاد از اولاد همین و فدعینا و به زبح عظیم و او قربانی عظیمی که از اول خلقت و دادی می اسماعیل نیست از اولاد همینه هر آنچه که بر ابراهیم اتفاق نیفتاد نمیدانم چرا بر رسول الله اتفاق افتاد بر اهل بید اتفاق افتاد وقتی با حضرت ساره به مصر رفت ای فرعونی وقتی میخواست دست راز بکنه سمت معجر حضرت ساره دستش گیر کرد فرعون گفت داستان تو چیه؟ گفت من پیغمبرم من ابراهیم گفت برو گفت برو هر آنچه اونجا اتفاق نیفتاد چه داستانی بود این اتفاق افتاد اصلا عجیب بود اصلا بیا بدتر برات بگم اونجا نبوری؟ ای بابا مصر بود بر چون اینجا هم نبوری اصلا از اون هم بیشتر برید دیگه هر آنچه برای بقیه اهل بیت اتفاق نیفتاد اینجا اتفاق افتاد گفت الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم علی انگشتر خود را به سائل داد اما من برای ساربان انگشت با انگشتر آوردم برای آنکه هم دردی کنم با مادرم زهرا برای خوردن سیلی سه ساله دختر آوردم هر آنچه بابا برای اهل دیدی دیدی ما دار دا دا روزه میخونن روزه خونه روزه میخونن چی میگه میگن یا امام کازم بدن تو تو برگ گل غرق کرد کجا بودی اون روز میگن یا معصومه سلام الله علیکه این مردم ازت حمایت کردن جا بهت دادن وقتی فهمیدن رهلت کردی آمدن دورت گرفتن زریح ساختن با کجا بودی چه کردن با امرت سلام سن داستان عجیبره همین میبخشه ما در مصیبت ابا عبدالله با این همزاد پنداری که می کنیم بی آن که آن مصیبت بر ما مستولی شده باشد بخشیده می شویم اینه میشه در به مخشش الهی رحمت الله الواسعه الکین استدلال قرآنی دارم عزیزم به گناهات فکر کن به خدا فکر کن به حسین از اینجا یکیتون با گناه بیرون نمیرید همین که گفت و سی علم اللذین ظلم ظلم و ایمون قلب این یا قلبون در فرج امام زمان صلواتی نگید